کشته شدن اکمل امیری فرمانده نامدار جبهه آزادی و اشک و گریه های فرهادی دریا که اشکتان را جاری خواهد ساخت. ویدیو را لایک کنید و در ادامه با ما همراه باشید. به نقل از منابع خبری وزارت دفاع طالبان روز سه‌شنبه به طور رسمی اعلان کرد که اکمل امیری فرمانده مشهور جبهه آزادی را با 8 شریک همراهش در ولسوالی سالنگ ولایت پروان کشته است. منابع نزدیک به جبهه آزادی میگویند که اکمل امیری و بصیر اندرابی در جمع شهدا شاملند. منابع محلی گفتند که حوالی ساعت 8 بامداد روز دوشنبه حدود 34 رنجر طالبان حامل نزدیک به 200 جنگجوی این گروه بعد در ری کلامی ولسوالی سالنگ ولایت پروان یورش بردند. در ری کلامی سالنگ با ولسوالی شتل ولایت پنشیر مرز مشترک دارد. منابع مردمی گفتند که طالبان در این منطقه 3 خانه را با آتش کشیدند. با گفته منابع درگیری از صبح روز دوشنبه آغاز شد و تا پس از نماز خفتن در این منطقه جریان داشت. منابع گفتند که سپس طالبان از کوه پایین شدند و در مسجد اعلان کردند که هیچ کسی از خانهش بیرون نشود. روز سه‌شنبه طالبان گروهی از مردان در ره کولامی را با خود بردند تا 5 جنازه را به خاک بسپارند. منابع گفتند که این گروه اجازه ندادند که مردم نماز جنازه قربانیان را بخوانند و مراسم معمولی کفن و دفن آن را به جا آورند. منابع محلی میگویند 2 نفر از مردم محل نیز به اتهام ارتباط با جبهه ضد طالبان از دره کولامی اسیر گرفته شدند. این منابع میگویند دست کم 5 نفر از افراد طالبان نیز در این درگیری کشته شدند. این در حالی است که فرهاد دریا واسخان مشهور افغانستان در برگه خود این گونه نگاشته است: مرد آهنین با مرگ آهنین. با درد و دریغ چند لحظه پیش خبر شدم که فرمانده اکمل امیری، مردی که دلی بزرگ برای زندگی داشت و عاشق آزادی بود، به جاودانگی پیوست. من انسان سنگدل نیستم و برعکس، دلم مثل بال شاپرک ها مخملین و نازک است و حتی نگاه یک پوشک چوچگک هم مرا تسخیر می کند. کمتر در مرگ کسی اشک می ریزم، چون به مرگ به عنوان ادامه زندگی و ورود به زندگی برتر باور دارم. اما خبر شهادت فرمانده امیری چشمان مرا اشک آلود کرد و نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم. زندگی چقدر باید صبر کند تا مرد آهنین چون امیری باز زاده شود؟ چقدر باید منتظر بماند تا آن مرد از کوره حوادث به پختگی برسد؟ چقدر باید ثانیه ها و روزها و ماها و سالها را یک یک شمار کند تا فرمانده بدین ستنگی سنگری را پر کند؟ دلم میشکند وقتی خبر مرگ چنین انسانی را میشنوم. صد حیف چنین انسانهای خاکی که خاک از قدمهایشان کیمیا میشود. این آبهای گندیده یک روز از آسیاب خواهند افتاد و آنگاه یادت مثل عقاب آسمان گرد هندوکش و بابا را فتح خواهد کرد و در زمین و در وجدان مردمت نفس خواهی کشید. دلم میخواهد برای شهادتت پیاله مردفکن از تاکستانهای شمالی را با تلخان پنشیر به هوایت مزه کنم رفیق. فرهاد دریا.